سلام دوستان عزیز، امیدوارم که خوش و سلامت باشید. در این ویدیو آموزش یک یخخانه گرافدوزی رو داریم. این یخخانه برای بچه های کوچیک در نظر گرفتم. اینجا بازی یخخانه را 7.5 سانت میگیریم و قسمت پایینش را هم 11 سانت، از سر شانه تا وسط گردوره 11 سانت میگیریم. با این کارگاه گردی یخن را میکشیم، این طرفش را به طرف دیگهش را میکشیم. حالا برای بازی قسمت بازی یخن 1.5 سانت این طرف، 1.5 سانت هم اون طرف مشخص مونیم که روی هم 3 سانت شونه. بلندیش سلیقه‌ای هر کس دوست داشته، جاغش بیشتر باز باشه بلندتر میکشه، هر وقت میخواست کوتاه‌تر باشه. قسمتی وسطش که باز کنیم حتما باید 3 سانت باشه، بیشتر از اونش نه که خیلی جالب نمیشه. حالا از این 3 تا تار استفاده مونیم، از این 3 تا رنگ. رنگ های سلیقه‌ای شما میتونید از رنگ های دیگه هم استفاده کنید. این گردیر کشیدیم، حالا از سر از این 3 سانت شروع مونیم به گلدوزی. این گلدوزی را روی تور انجام میدیم، بنابراین دوتار دوتار میگیرم، چون سه تارش خیلی کوگایشی بزرگ کتا کتا می آمد. من دوتاری گرفتم، شروع مونیم به گلدوزی. چون برای بچه کوچیک هست نمیخوایم خیلی درشت و چی باید. اگر شما برای آدمای کلان جور کنید میتونی ستاری هم بگیری، ستاری زودتر کامل میشه. از قسمتی وسط شروع نیم به کوک کردن. مدل دختیش بسیار راحته. و برای آموزش های خود تلاش میکنم که مدل های راحت و خوشگل قشنگ را انتخاب کنم. هم ده خلاصه توضیحاتی داخل فیلم راحت تر باشه و کلن به دخت های راحت علاقه زیادی داره. این ردیف دخت را ما 7 تا کوک کردیم. حالا رویش را پخته کوگی مونیم. و ردیف بعدی را از دو طرف یک کوک کم مونیم. همین روند ادامه میدیم تا آخرش برسه به یک کوک. ردیف های بعدی را از دو طرف یک کوک کم مونیم تا به کوک آخری برسه و برگ های بعدیش را کوک کنیم. برگ ما کامل شد، حالا این طرفی شبیه همون کوک مونیم. ما این طرف را کاملا مشابه همون کوک کردیم. حالا اینجا یک برگ کامل را قسمتی وسطیش کوک مونیم. اینجا از یک کوکی شروع مونیم و از دو طرف یک کوک اضافه مونیم در هر مرحله. این دفعه از قسمتی وسط شروع کردیم، از یک کوک در هر مرحله. مرحله بعدی از دو طرف یک کوک اضافه مونیم تا به پهنایشی قسمتی مرکزیش به 7 کوک برسه.
این برگ را ما از دو طرف یک کوک یک کوک اضافه کردیم تا به 7 کوک رسید. حالا از دو طرف کم مونیم که دوباره به همون یک کوک برسه. اینجا گل ما به صورت نصف کامل شد. این نصفی طرف را کوک ننیم که این قسمتی وسطش خالی بمانه برای یخنج. حالا از یک رنگ دیگه استفاده نیم و یک گل کامل در کنار از این کوک مونیم. رنگایش سلیقه‌ای است. شما از هر رنگی که دوست داشته باشید میتونید برای از این گلدوزی استفاده کنید. این گلدوزی بسیار ساده و زیبا هست. باید رنگای خوبی استفاده کنیم که خیلی قشنگی داشت. واقعا دوختش ساده و راحت است. لای کوگای وسط را با این رنگ پر مونیم. یک کوگ یک کوکی در این قسمت ها مونده بود، اینو با این رنگ پر مونیم. میتونیم از رنگ آبی پر رنگ هم استفاده کنیم، هم برای زی دوخت بسیار زیبا میشه. این طرفش را مثل اون طرف کامل مونیم. حالا یک گل کامل را از اینجا از گوشه شروع مونیم. از روی یک کوگی یک کوگ یک کوگ شروع مونیم و در هر مرحله دو کوگ از دو طرف اضافه مونیم. یک کوگ از یک طرف و یک کوگ از یک طرف دیگه اضافه مونیم تا دوباره به همون 7 تا کوگ برسه و دوباره کم مونیم. مثل همین نیم گلی یک گل کامل را اینجا کوگ مونیم. یک کوگ ما به 7 عدد رسید. حالا کم کده موریم تا دوباره به 1 تا برسه. توجه داشته باشید دوستان که گل ها در کنار هم با رنگ های مختلف به هم دیگه می چسبه، ولی وسط گلبرگ هایشی یک کوگ فاصله میلیم که یک رنگ دیگه کوک کنیم. اینجا از همون قسمتی وسط شروع نیم. اول همون 7 کوک را کوک مونیم و از دو طرف شی کم کده موریم تا به 1 کوک برسه. این 4 تا گلبرگ را ما اینجا کوک کدیم. همه ایشی به همین شکل. این مدل کوک بسیار راحته. همینطور که میبینید واقعا این راحته و خوش کوکه. شما میتونید از این پایین دامن برای سر آستین، پایین شلوار، یخن های خیلی زیبا برای خودتون، برای بچه ها کوک کنید و استفاده کنید.
این دو طرف زیر کامل با همین رنگ پر کردیم. حالا با همین رنگ کنارش اینجا یک گل کوکمونی و ادامه میدیم به این سمت. دوستان عزیز، ما یک مقدار کوک دو مازی سه تا رنگ استفاده کردیم. رنگایشی دل بخواه هست. اینو ادامه میدیم تا بالا را نزدیک یخن از دو طرف و فقط اون قسمت وسط را اندازه 3 سانتی که علامت زده بودیم اون رو کوک ننیم. اینجا ما از سه رنگ استفاده کردیم و کوگای وسط را هم از رنگ های مخالف هم دیگهش کوک کردیم. شما میتونید قسمت های وسط را از رنگ زرد یا رنگ آبی پر رنگ کوک کنید، هم خیلی زیبا میشه. تشکر میکنم از شما دوستای خوبم که ویدیوهای من را میبینید و لایک میکنید. امیدوارم که در پناه خدا سالم و سلامت باشید. خدا حافظ تا ویدیوی بعد.